اول از هر چیز تسلیت عرض میکنم خدمت همه خانواده داغدار ایران و اینو بدونن که ما کنارشون هستیم و باهاشون همدردیم. خب شرایط تیم خودمون از روزی که وارد کشور قطر شدیم تا الان تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم، روز به روز بهتر شدیم، روز به روز هماهنگتر شدیم و یه بازی دوستانه خیلی خوبی رو انجام دادیم اینجا و نقاط ضعفمون رو برطرف کردیم و خدا رو شکر الان 100% آماده بازی فردا هستیم و خدا رو شکر مصونیتی چیزی نداریم و به جز یک بازیکن که امید ابراهیمی عزیز رو توی اردی قبلی به دلیل مصونیت از دست دادیم کنارمون نیست و امیدوارم که هر چیز زودتر مصونیتش رو پشت سر بذاره و برگرده کنار تیم. خب در مورد شرایط در مورد تیم انگلیس، خب همه میدونیم که تیم انگلیس یکی از بهترین تیم‌های دنیاست و بازیکن‌های خیلی خوبی داره. تیمشون رو به خوبی آنالیز کردیم، نقاط ضعف و قوتشون رو آنالیز کردیم و امیدوارم که فردا یه بازی خیلی خوبی انجام بدیم و همه لذت ببرن و در آخر امیدوارم که فردا با امتیاز از بازی خارج بشیم و مردممون رو خوشحال کنیم. خب باید قبول کنیم که واقعا شرایط کشورمون خوب نیست و مردممون شاد نیستن، همه ناراحتن و ما اینجاییم. دلیل برای این نیست که صدایشون نباشیم و یا بهشون احترام نذاریم. ما هر چی داریم از مردممون هست و ما اینجا هستیم که سخت تلاش کنیم، بجنگیم، بهترین عملکردمون رو توی زمین بذاریم و گل بزنیم و گلمون رو تقدیم به مردم داغدار ایران کنیم و امیدوارم که شرایط اونطور که مردم اون میخوان رقم بخوره و همه شاد بشن.